بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ عرض و سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما شاگردان نهایت عزیز. خدا کنه که همگی سالم و صحتمند باشین. به یک دیگه از جلسات مضمون کیمیای صنف نهم خوش آمدین. همون قسمی که در مباحث گذشته ما و شما در جلسات گذشته در مورد گروپای وظیفوی و الکل خونده بودیم بعضی مسائل، باز هم ادامه درس امروز ما و شما گروپای وظیفوی یک گروپ دیگه که او عبارت از گروپ وظیفوی ایتر می باشه. قبل از اینکه ایتر را توضیح بدیم، بعضی مسائل از الکل ها باقی مانده بود که انشالله اونا رو می خونیم. یکی از جمله مرکبات مهم الکل، خیلی مهم، از او عبارت از ایتانول یا ایتایل الکل می باشه که او مورد مطالعه قرار میدیم. قبل از او ما شما در جلسات گذشته در مورد انواع الکل ها خونده بودیم و الکل های چندین قیمته و همچنان میتانول. میتانول مثلا توضیح دادیم، گفتیم از جمله الکل می باشه که خود از او یک ماده بیرنگ و زهریه. نوشیدن از او الی 25 گرم باعث کوری و بالاتر از او باعث مرگ فرد میشه. و روش های به دست آمدن از او دو روش بود، یکی از تقطیر چوب ارچه و همچنان روشی که باز آلمانی ها برای استحصال از او استفاده کردن، تعامل کاربن مونوکساید همراه با هایدروژن بود. به هر صورت استفاده از این بیشتر به عنوان یک محلل رنگ ها استفاده میشه و همچنان به حیث مواد سوخت هم به نوعی قابل استفاده می باشه. و الکل ها از لحاظ تعداد گروپ های OH یا هایدروکسیل خود خو به 3 دسته تقسیم میشن که الکل های یک قیمته، دو قیمته و چندین قیمته داره. اونایی که یک قیمته هن، یعنی یک گروپ OH دارن در ترکیب خود خو، دو قیمته ها دو گروپ دارن و چندین قیمته ها بیشتر از دو گروپ OH در ترکیب خود خود دارن. مثال از یک قیمته ها مثل میتانول، ایتانول، از دو قیمته ها مثل ایترین گلایکول و یا یک دو ایتان دایول می باشه و همچنان از چندین قیمته ها مثل گلیسرین می باشه که 100 تا گروپ OH در ترکیب از او وجود داره. و همچنان انواع الکل ها از لحاظ گروپ وظیفوی گروپ کاربینول می باشه. گروپ کاربینول هم به گروپی گفته میشه زمانی که کاربن متصل با گروپ با او باشه یا با او اچ باشه، گروه ما شما گروپ کاربینول میگیم که دو رابطه آزاد، سه رابطه آزاد برای بقیه میمونه چون یک رابطه با او اچ داره. اگر یک آر یا یک رادیکال با او کاربن وصل باشه با اون کاربینول، این باعث، یعنی ما شما به نام الکل اولی یاد میکنیم. اگر دو تا آر یا دو کاربن وصل بود به این کاربن، ما شما الکل دومی میگیم. و اگر 100 تا آر یا 100 تا کاربن به او وصل باشه، او به نام الکل سومی ما شما یاد میکردیم. در مبحث این جلسه امروزی خود خو ما شما یکی از الکل های مهم یک قیمته که عبارت از ایتایل الکل باشه داریم که او مورد مطالعه قرار میدیم. خود ایتایل الکل چی رقم یک مرکبه؟ ایتایل الکل یک مایع شفاف و دارای بوی تز می باشه و همچنان مایع شفاف و مفر و دارای بوی تزه، یعنی میتونه به نوعی مفر باشه، فرار کننده باشه. اگر در یک ظرف سرباز قرار میگیره میتونه همون بوی از او از دورم حس بشه. بوی تز داره، نقطه قلیان 78 درجه سانتیگراد و همچنان میتونیم که از حبوبات و نشایسته و مواد قندی هم این ماده یا این مرکب مهم بر به دست بیاریم و این به او خاطر به نام الکل حبوبات هم یاد میکنن، چون میتونیم از مواد نباتی مختلف، مواد قندی مختلف ایر ما استحصال کنیم یا به دست بیاریم. و خود ایتایل الکل به دو روش استحصال میشه، یکی تخمر قند انگور میباشه یا قندی که در میوه‌جات و نباتات وجود داره و همچنان میتونیم بگیم که روش بعدی روش لابراتواریه که از تعامل ایترین همراه با آب استحصال میشه در موجودیت سلفوریک اسید. و موارد استفاده از این در طبابت خیلی زیاد نقش داره، کاربرد داره. برای ساخت تینچر از این استفاده میشه، تینچر آیودین. برای رنگ ها استفاده میشه، برای پلاستیک سازی استفاده میشه. دیگه میتونیم بگیم که برای ساخت عطریات استفاده میشه، برای وسایل آرایشی استفاده میشه و همچنان در طبابت به حیث یک ماده ضد عفونی کننده خیلی خوب و مؤثر میتونه که قابل استفاده باشه. و اما این که یک تعداد ایر می نوشن، نوشیدن از این هم در دین مقدس اسلام ما شما به صفت یک مسلمان میتونیم بگیم که این بر ما شما حرام. نوشیدن از این چون خاصیت نشه کنندگی داره و عقل را از انسان زائل میسازه. اگر باز امو به صورت متواتر فرد استفاده میکنه، اعتیاد به او باعث تولید اعتیاد میشه به فرد، یعنی ماده اعتیاد آور میباشه
و همچنان عوارض جانبی خیلی زیاده داره که در این قسمت خب وقت کفایت نمیکنه ما کل عوارض جانبی رو بیایم بگیم. حتی میتونه باعث بعضی از مریضی ها مشکلات معده و خلاصه جیگر و کلیه ها اینا رو میتونه به بار بیاره یا به وجود بیاره. و همچنان خود نوشیدن شراب گفتیم که به صورت قطعی در قرآن عظیم شان ذکر شده که حرام مطلقه و نباید ایر به عنوان نوشیدنی کسی استفاده کنه، که انشاءالله کسی که به دایره اسلام باشه از مسلمین اکثرا یعنی در کل میتونیم بگیم باور و اعتقاد اینا همی هست و استفاده نمی کنند. خب اگر خلاصه یا جنبندی از این درس ایتایل الکل ما شما داشته باشیم، خوبه که توضیحات از رو تخته خیلی خلاصه بگم برای شما که چگونه هست مرکب ایتانول یا ایتایل الکل. اما قسمی که در جلسات گذشته گفتم برای شما چند موضوع ما شما در هر درس علل خصوص یک مرکب مهم یک سلسله رو وقتی ما توضیح میدیم باید در نظر داشته باشیم. اولا خود فرمول از اون که فرمول خود ایتایل الکل میتونیم بگیم C2H5 رابطه OH، میتونیم جدا جدا هم نوشته کنیم CH3 رابطه CH2 رابطه OH، به این شکل هم میشه. این فرمول از این چی خواص داره؟ خواص فیزیکی از این یک مایع شفاف و خلاصه مایع میتونیم بگیم بیرنگ میباشه و همچنان بوی تز داره. بوی تز داره، این خصوصیت دیگه شد. استحصال از این، استحصال از این به دو روشه، یعنی به دو طریقه میتونیم استحصال کنیم به دست بیاریم. یکی از روش ها تخمر قند انگوره. تخمر قند، خود قند چی رقم فرمولی داره؟ یا گلوکوز C6H12O6 میباشه. زمانی که این تخمر میکنه یعنی به این معنا که در عدم موجودیت اکسیژن هوا در توسط یک انزایم به نام انزایم زایمس وقتی که این تخمر میکنه باعث تولید C2H5OH یعنی ایتایل الکل میشه همراه با کربن دای اکساید. خب به خاطر از اینکه این ایتانول یا ایتایل الکل به همین شیوه یعنی از داخل حبوبات و میوه ها اینا به دست می آید استحصال میشه، علل خصوص از انگور میشه که ایر استحصال کنیم یا به دست بیاریم، به خاطر که در ترکیب میوه ها وجود داره ایر به نام الکل حبوبات هم یاد میکنن که میشه بالاخره از مواد مختلف نباتی ایر استحصال کنیم به دست بیاریم. روش دوم که بیشتر به روش لابراتواری هم این شهرت داره، روش لابراتواری از چی رقمه؟ در روش لابراتواری خود مرکب C2H4 یا ایتلین برای از این میگیم، گاز ایتلین همراه با مرکب H2O یا آب یک جا میشه در موجودیت سلفوریک اسید. سلفوریک اسید به عنوان یک ماده کمک کننده در تعامل اینجا استفاده میشه، باعث ساخت C2H5 رابطه OH میشه. این روش معمولا به لابراتوارها برای ساخت خود ایتانول یا ایتایل الکل استفاده میشه. و استفاده از این هم همون رقمی که گفتیم مهمترین استفاده های از این استفاده صنعتی داره، در صنعت استفاده میشه، دیگه در طبابت استفاده میشه و همچنان مواد آرایشی. مواد آرایشی در صنعت از این ماده به عنوان یک رنگ استفاده میکنن، محلل رنگ استفاده میکنن، معذرت، به حیث مواد سوخت استفاده میشه و همچنان در لابراتوارها مثلا ببینین چراغ‌های الکلی وجود داره، مواد سوخت از اونو ایتایل الکله. و همچنان میتونیم بگیم که از این ماده همون رقمی که در رنگ در یعنی محل به عنوان محلل رنگ ها استفاده میشه، به عنوان میتونیم بگیم که ماده سوخت استفاده میشه، به حیث مواد میتونیم بگیم که در پلاستیک سازی از این کار میگیرن استفاده میکنن. این صنعت بود که خلاصه اینجی توضیح دادیم. گفتیم در طبابت هم استفاده میشه، در طبابت مهمترین نقش از این برای ساخت مواد ضد عفونی کننده میباشه که استفاده میشه در تینچر آیودین، در بالاخره خود از این به شکل عمو عادی خود هم استفاده میشه برای ضد عفونی خود زخم ها از این کار میگیریم. در تولید مواد آرایشی هم استفاده میشه که خود از این
مثلا در ساخت عطرها استفاده میشه، به عطرها به عنوان یعنی پخش کننده خود عطر استفاده میکنن در داخل عطر، که وقتی فرد مثلا از نزدیک ما تیر میشه عطر استفاده کرده باشه، بوی عطر به مشام ما شما میرسه. چرا؟ چون عطریات اکثرا به ترکیب خود خوب شکل همو میتونیم بگیم که اسپری وری که هسته اونا استفاده میشه، در ترکیب خود خوب الکل دارن و الکل میتونه که به عنوان یک ماده پخش کننده مولکول های عطر رو به اطراف پراکنده بسازه. اما در صورتی که باز الکل ندشته باشه، عطرها به نزدیک میتونه ما شما هم بوی عطر حس بکنیم، اما خیلی دور باز نمیتونیم، چون پخش نمیشه خود از او بوی از او، به خاطر که خود مواد عطری به نوعی مواد روغنی و سنگینه. به هر صورت این چی بود؟ و ازرار از این هم باعث امو میتونیم بگیم به طویل المدت اگر فردی به خاطر نوشیدن و یا میتونیم بگیم به شکل مواد بالاخره این نشه کننده از این استفاده میکنه، باعث از این میشه که بعضی از مریضی ها برای فرد به وجود بیاره، مثلا مشکلات سیستم هضمی رو به بار میاره، سیستم عصبی و همچنان در کبد و اینا هم میتونه به مشکلات به وجود بیاره، کبد و کلیه ها. به او خاطر دین مقدس اسلام این حرام دانسته و حرام ساخته برای نوشیدن از او برای هر کس. مبحث بعدی که داره ما شما، یکی از مرکبات بازم الکل می باشه، الکل هایی که در حلق در فرمول از اون حلقه اروماتیکی وجود داره که اون عبارت از فینول می باشه. خود فینول چیه؟ فینول خالص یک ماده میتونیم بگیم جامد بلوری و بیرنگ می باشه که خود از او در برابر اکسیژن هوا و نور اگر قرار بگیره باز میتونه که رنگ بنفش برای خود خو اختیار بکنه. و فینول خود از او بوی سمی و ضد عفونی کننده داره و همچنان در طبابت از این استفاده میکنن، با حیث یک ماده میتونیم بگیم ضد عفونی کننده کار گرفته میشه. از لحاظ فرمول، خود فرمول فینول به این قسمت لازمه که نوشته بکنم چی رقم فرمولی داره. فینول فرمول از به این شکل C6H5 رابطه OH. این فرمول مولکولی نه، اما فرمول ساختمانی از او اگه ما شما ترسیم بکنیم، اما رقمی که در سلایت شما دیدیم مشاهده کردیم، فرمول فینول به این حالته، یعنی یک حلقه اروماتیکی بنزین قرار دارد اینجی و در یک رأس از خود حلقه ها گروپ وظیفوی هایدروکسیل یا گروپ وظیفوی الکل در این وجود داره. این مرکب ما شما به نام فینول میگه وقتی که حلقه 6 ضلعی بنزین در ترکیبی هست و همچنان گروپ وظیفوی OH داره به نام فینول یاد میشه. و میایم به دسته دیگه از مرکبات عضوی، که یک دسته دیگه از دسته های مهم مرکبات عضوی عبارت از ایترها میباشن، از جمله مشتقات هایدروکربن ها یا گروپ های وظیفوی خود هایدروکربن ها می باشه، که ایترها خود از اونها به شکل مایع می باشن، مایع بیرنگ و قابل سوخت یا اشتعال می باشه، مثل الکل ها تقریبا همون تو حالت داره، بوی خاص را از خود تولید می کنه. سابق از ایترها به عنوان مواد بیهوش کننده در جراحی ها استفاده می شده، میال کم کماکان استفاده داره، این رقم نه که بدون استفاده باشه در جراحی ها استفاده میشه، اما بدیل خیلی زیاده برای از اونها ساخته شده، که بیشتر همو مواد میتونیم بگیم به شکل زرقیه، اینا بیشتر به شکل تنفسی مورد استفاده قرار میگرفتن در سابق و همیال که به شکل مواد یعنی به شکل تنفسی از طریق سیستم تنفسی باعث بیهوشی میشد و امروزه باز میشه به شکل زرقی استفاده میشه. خب به هر صورت در نامگذاری ایترها نخست نام بقیه کوچک الکایل میگیم، باز بعد از اون نام بزرگ و از آخر کلمه ایتر رو هم ذکر میکنیم. خب اگر باز یکسان باشه پیشوند دایه به اونا استفاده میکنیم، باز دست در آخر هم کلمه ایتر. خب ببینین ایترها هم چند معلومات که مختصر اینجی ما و شما باید در مورد از او بفهمیم یا این معلومات رو داشته باشیم. خود ایترها نامگذاری از اونا خیلی مهمه. ایترها گروپ وظیفوی از اینا گروپ وظیفوی از این رابطه او رابطه
و فرمول از این. هر جایی که رابطه آزاد وجود داره ما میتونیم آر به او وصل کنیم. آر رابطه او، رابطه آر یا آر زبر میگه. آر اگر باشه هر دو تا آر یعنی متناظره، یعنی هر دو تا رادیکال ها یا همون گروپ های الکایل از این همرنگه. اما اگر باز یک آر بود یک آر زبر بود، به این معنیه که اینا از همدیگه متفاوت میباشن. در نامگذاری از اینا در نامگذاری ایترها ما شما بر روش معمولی اینجی میگیم. در روش معمولی نامگذاری از اینا نام رادیکال کوچک گفته میشه، جمع رادیکال بزرگ میشه، جمع ایتر. در آخر باز ایتر استفاده میکنیم. اگر باز اینا متناظر بودن پیشوند دوی استفاده میکنیم، جمع اسممو رادیکال، جمع ایتر میگیم. خب چی رقم حال مثال های داره؟ ما شما نظر به فرمولی که به قسمت داره، ما شما مثال های مختلفه داریم کار میکنیم. مثلا اگر باشه CH3 رابطه O رابطه CH2 CH3 سمت چپ و راست از این به این قسمت به نامگذاری معمولی، نامگذاری که اینجا میخوانه ما شما مهم نیه. هر سمتی که تعداد کاربن های کمتر بود اول نامعمور بگیریم. ببینیم اینجا یک کاربن داره یعنی میتایل، به این قسمت باز دو کاربن داره یعنی میشه ایتایل، و خود او هم به معنای ایتر، به مفهوم ایتر استفاده میشه. پس بنان ما شما میگیم میتایل، اول نام ازیر میگیم، دوم نام ازیر تایل، و آخرم کلمه ایتر استفاده میکنه. میتایل ایتایل ایتر. اگر باز به شکل متناظر باشه همون رقمی که گفتم، به بالا مثال میزنیم به او اگر به صورت متناظر باشه، مثلا ما داشته باشیم C3H H7 رابطه O رابطه CH2 CH2 و CH3. شاگردای عزیز متوجه بی باشین گاهی وقتا فرمول ها یک سمت و رادیکال به شکل جمعی گفته میشه، یک شکل یک سمت دیگه به شکل باز نیمه مشرق گفته میشه. در این جمع شما فرق نمیکنه، فقط تعداد کاربن ها رو باید حساب کنیم. کاربن ها هر تعدادی که باشه هرمور ما شما در نظر میگیریم و او رادیکال از او ذکر میکنه. به اینجا ما C3H7 یعنی 100 تا کاربن داریم، 7 تا هیدروژن، این طرف هم 100 تا کاربن داریم. پس بنان چون که کاربن ها تعداد اینا هم رنگه، اینا میگیم که به شکل متناظرن. پیشوند دای به اینا استفاده میکنیم، دای باز میگیم که ایتایل، چون هر معذرت پروپایل، چون که 100 تا کاربن دارن، 100 تا کاربن میشه پروپایل، پروپایل. و باز کلمه ایتر را ما شما ذکر میکنیم، دای پروپایل ایتر به شکل. پس بنابراین دو حالت در نامگذاری از اینا وجود داره. اگر تعداد امو رادیکال ها به دو طرف متفاوت باشن، اول رادیکال کوچک باز رادیکال بزرگ، و دست آخر کلمه ایتر ذکر میکنیم. اگر متناظر باشن، همرنگ باشن، پیشوند دای نام رادیکال و باز بعد از او کلمه ایتر ذکر میکنه. خب شاگردای عزیز، مبحث بعدی که ما شما به این قسمت داریم خود الدیهاید ها میباشه. الدیهاید ها هم از جمله مشتقات اکسیژنی هیدروکاربن هایند. در کل تمام این گروپ هایی که ما اینجا میخوانیم تنها و تنها اینا مشتقات اکسیژنی هیدروکاربن هایند، یعنی غیر از اکسیژن به عنوان یک عنصر میتونیم بگیم هترو اتم، اتم هترو یا بیگانه در ترکیب همو ساختمان های مرکبات عضوی، تنها اکسیژن میتونه در این قسمت باشه. دیگه عناصری که به صفت هترو اتم قرار میگیرن اونا ما شما کار نداریم. خب به هر صورت الدیهاید ها هم از جمله مشتقات اکسیژن دار یا اکسیژنی هیدروکاربن ها میباشن، که اگر گفتیم یک اتم هیدروژن از گروه وظیفوی خود
میتونیم بگیم یک اتم هیدروژن و هیدروکاربون ها تعویض بشه با گروپ وظیفوی CHO یا همون گروپ کاربینول یا همون الدیهاید به اصطلاح، که در ترکیب خود گروپ کاربینول اگر H دیشته باشه، H منفرد دیشته باشه، میتونه به شکل میتونیم بگیم الدیهاید در بیه. تعویض بشه الدیهاید به وجود میاد که فرمولی هم آر رابطه CHO و ای به نام الدیهاید یاد میکنیم، که همون اگر در CH4 ما شما یک HR داریم و CHO نصب کنیم تبدیل میشه به اسید الدیهاید یا ایتانال میگیم. خب در این قسمت دقت داشته باشیم، خود الدیهاید ها این میشه گروپ وظیفوی اینا، گروپی که نشان دهنده وظیفه از اینا یا عمل کرده از اینا میباشه سی رابطه دو، دو رابطه او رابطه اچ. میتونیم یعنی به این شکل هم جمع‌بندی کنیم سی اچ او بگیم. سی اچ او یک رابطه آزاد داره و فرمول از این به این شکله، آر رابطه سی اچ او، که میتونیم آر رابطه سی دو رابطه او رابطه اچ به این شکل هم او رو بنویسیم. در نامگذاری از اینا که اگه خواسته باشه ما نامگذاری کنیم، در نامگذاری الدیهاید ها میتونیم بگیم ای آخر نام الکن به ای ال تعویض میشه. میتونه ما شما یعنی ای آخر نام الکان رو به ال تعویض کنه. مثلا مرکب CH4 داریم، اگر در این بیاریم ما شما یک گروپ وظیفه یک اچ از این ور داریم، یعنی به این شکل یک اچ رو از این حذف بکنیم، در نتیجه به این شکل ای گروپ است الدیهاید به این شکل در این جا به جا بشه. فقط ما تعداد کاربون ها رو حساب میکنیم، خود گروپ وظیفوی یعنی کاربون گروپ وظیفوی هم حساب میشه، یک دو دو تا کاربونه میشه ایتان. در ایتان ببینین آخری او ای داره، اما ای آخر ما گفتیم باید پاک کنیم، حذف کنیم، به جا از او ای ال بنویسیم. پس بنا همین کار رو انجام میدیم، خود ای پاک میکنیم، حذف میکنیم، به جا از او ای ال اضافه میکنیم. این مرکب میشه ایتانل، ایتانل. اگه میتان بود میتانل میشه، پروپان بود پروپانل میشه، الی آخر اگر 10 تا کاربون داشت دیکان بود دیکانل میشه. یاد شما باش که گروپ وظیفوی هم کاربونی و باید حساب شه. خب شاگردای عزیز، این بود درس این جلسه ما و شما. ان شاءالله باز میتانل یا فرمالدیهاید و یک دو مرکب از مرکبات مشهور و مهم الدیهاید ها داریم، باز در جلسه بعدی ان شاءالله در مورد از اونها مسائل بیان میکنیم، چی موارد استفاده داره، چی رقم استحصال میشه و چی ویژگی ها داره، اونا رو باز انشالله مورد مطالعه قرار میدیم. این بود درس این جلسه ما و شما. اگر یک جنبندی داشته باشیم، درس امروز ما و شما ایترها بود. ایترها خود از اون مشتقات اکسیژنی هیدروکاربن های که گفتیم بیشتر به صورت مرکبات مایع بیرنگ و قابل سوخت میباشند، در سابق برای بیهوشی استفاده میشد، مخصوصا دای میتایل ایتر، و فعلا از اونا کمتر استفاده میشه. و در نامگذاری از اونا ابتدا رادیکال کوچک، بعد رادیکال بزرگ و در آخر کلمه ایتر استفاده میشه. اگر رادیکال ها متناظر باشن پیشوند دای به اونا استفاده میکنه، باز در آخر امو رادیکال و ایتر هم خلاصه ذکر میکنه. و الدیهاید ها بود که از جمله مشتقات اکسیژنی هیدروکاربن ها میباشن، اینا هم گروپ وظیفوی از اینا CHO و در نامگذاری از اینا هم ما شما تعداد کاربن ها رو کلا حساب میکنیم و همو ای آخری که به نام الکان ها ذکر میشد، مثلا پروپان، بیوتان، پنتان، ای آخر اصلا تلفظ هم نمیشه ولی به نوشتن باید باشه، نوشته بشه. ای آخر رو پاک میکنیم، ای ال به جای از او اضافه میکنیم، پنتان، پنتانل، بیوتان، بیوتانل به شکل. البته کل کاربن ها به شمول گروپ وظیفه ای باید حساب بشه. خب ان شاء الله در جلسه بعدی ما باز روی مرکبات مهم خود
الدیهایت ها بس میکنیم تا اینکه در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. شاد و موفق باشید.